درود بر شما همراهان خوب کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از روایت جدیدی از شکنجه و قتل حکومتی کیومرس پوراحمد توسط ماموران اطلاعاتی نظام اون هم به دلیل نوشتههاش درباره خمینی در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. <applause> یک سال از مرگ مشکوک کیومرس پوراحمد در ویلای ساحلی در شمال ایران گذشت. و چند هفته پیش و همزمان با سالگرد اون مشخص شد که اون چند ماه قبل از فوتش در قلب پاریس با همون دستانی که در عکسی که از پیکر حلقاویز شدهش منتشر شده بوده دستان شهبانوی ایران رو به گرمی فشرده و بوسه ای از سر احساس و خاطرات به اون زده وقتی که این عکس ها منتشر شد و خبرش رسید شروع داستان حذف پوراحمد بود از اونجا بود که پاسپورت پوراحمد در فرودگاه امام خمینی توقیف شد تا همیشه از دیدار دخترش در پاریس محروم بمونه اون که با زبون تندش در چند مراسم ختم صحبتهای جنجالی کرده بود مثلا در مصاحبه وایرال شده در فضای مجازی که در ختم مرحوم علی معلم بوده به مسئولان نظام خیلی رک و روراست گفت کسافت و غیرقابل اصلاح هرچند که خیلی ها از لحظه اول انتشار خبر خودکشی کیومرس پوراحمد اون رو باور نکردند، اما با توجه به حرف های اعضای خانوادش و عکس منتشر شده از اون در کنار شهبانو فرح پهلوی علتهای زیادی برای صدور فرمان قتل اون از سمت حکومت پیدا شد این کارگردان مشهور سینما از جمله هنرمندانی بود که از همون سالهای اول بعد از انقلاب راهش رو از حکومت جمهوری اسلامی جدا کرد و به یکی از منتقدان جدی اون تبدیل شد اون در مصاحبه ای گفته بود من از قبل از انقلاب و تا اوایل انقلاب ریش داشتم یه روز توی خیابون انقلاب داشتم میرفتم با یه اوورکوت آمریکایی و ریش و عینک یه جمعیتی ریختن یه کتاب فروشی رو آتیش زدن به وحشیانه ترین شکل وقتی که دقت کردم دیدم همهشون مثل منن با اوورکوت آمریکایی ریش و همون مدل عینک رفتم رسیدم خونه و ریشم و زدم و هیچ وقت توی این 45 سال دیگه ریش نگذاشتم پوراحمد احمد در بزنگاه های تاریخی به ویژه در زمان انتخابات هم حضور فعالی داشت. مثل حمایت واضح و روشنش از میر حسین موسوی در سال 88 و بعد از اون هم حرفهای جنجالیش در جنبش سب. توی سالهای اخیر هم اسمش پای بسیاری از بیانیه های اعتراضی هنرمندان دیده میشد. از جمله مرگ مشکوک بکتاش آبتین نویسنده زندانی سرکوب مردم معترض خوزستان که برای کمبود آب اعتراض

آخرین فیلم سینمایی پوراحمد پرونده باز نام داشت که با وجود مخالفت اون با شرکت فیلمش در جشنواره فجر در حمایت از اعتراضات سراسری و اعتراضش به سرکوب معترزین از حضور در نشست خبری جشنواره هم امتنا کرد اون در مصاحبه ای هم گفت که این حکومت با هنرمندان سر سازگاری نداره اون همچنین در مورد شرکت داده شدن آخرین فیلمش در جشنواره حکومتی فجر گفت این فیلم متعلق به تهیه کننده و من دیگه نمیتونم هیچ نظری در مورد اون بدم اون در مراسم تشریح خشایار الوند هم حرفهای جنجالی زده بود و گفته بود سالهای ساله که رقص و شادی و خنده و هنر در این کشور یا گناه یا حرام یا مکروهه اون در ادامه هم گفته بود که ما 45 ساله که در شرایط حساس کنونی به سر میبریم فایل صوتی هم از صحبتهای اون در یک نشست خصوصی در سال 98 که با همکاران و هنرمندان دیگه صحبت کرده بود به بیرون درس کرده که اون در مورد این صحبت کرده که چرا دیگه دوست نداره فیلم بسازه اون گفته دوست ندارم من عشقم نفسم فیلمسازیه، ولی نمیشه دیگه فیلم بسازی اون در ادامه هم گفت من در دهه 60 و 70 سال یک فیلم می ساختم. اگر سه سال فیلم نساخته بودم به جاش قصه های مجید رو ساخته بودم الان ما هر هفت سال یک فیلم می سازم. نسل ما که 5 نفر بیشتر ازش نمونده حاکمیت آرزو میکنه که زودتر بمیریم و از شرمون راحت بشه حاکمیت عاشق فیلم های بیخاصیت و کمدی‌های های شاخ پشمیه. اونها دوست دارن که ما زودتر منقرض بشیم نه حرف بزنیم نه فکر کنیم و نه نظری بدیم بعد از انتشار خبر فوت کیومرس پوراحمد در فضای مجازی هم در روزهای ابتدایی دلیل مرگ اون رو سکته قلبی عنوان کردند اما عکسی که از جانب یکی از ماموران نیروی انتظامی به بیرون درس کرد نشون دهنده پیکر حلقاویز اون با دستهای شکسته و زخمی و کبود بود رسانه های داخلی همینطور در مورد هشت صفحه یادداشت خداحافظی اون خبرهایی منتشر کردن اما هیچ وقت در مورد موضوع و حرفهای اون در این نوشته هشت صفحه‌ای چیزی نگفتن خبر خودکشی اون از سر افسردگی و پیری و بیایندگی فراگیر شد حتی تعدادی از همکاران اون هم این مسئله رو تایید کردند که بعدها دختر و همسر و خواهر کیومرس پوراحمد به اونها حمله کردند و گفتن شما اصلا سالها بود که باهاش در ارتباط نبودین که حالا اومدین و ناامیدی و افسردگی اون رو میکنیم افراد نزدیک و خانوادهش اما ماجرای هر نوع افسردگی و ناامیدی کیومرس پوراحمد رو رد کردند در خبرگزاری های حکومتی هم شروع کردند به توجیه دلیل زخم ها و کبودی ها روی دست های اونها شروع به توجیه عکس کردن با دلایل و مدارک از کتاب های پزشکی در مورد جمود نشی و اینکه بعد از حلقاویز شدن و خودکشی این علائم طبیعیه در صورتی که خیلی ها هم با توجه به عکس وحشتناک پیکر حلقاویز شده کیومرس پوراحمد به شوفاژی که کنار اونه اشاره کردن و گفتند همه ای اشخاصی که دست به خودکشی میزنن در لحظات آخر و با نزدیک شدن به مرگ پشیمون میشن کیومرس پوراحمد با توجه به قد بلندش اگر فقط پاش رو روی اون شوفاژ میذاش نمیمرد اما فقط چند ماه بعد از خبر مرگ مشکوک اون راز کتاب ممنوعه اون با نام همه ما شریک جرم هستیم توسط محمد عبدی دوست صمیمی کیومرس پوراحمد در لندن فاش شد و ورق رو برگردون رمان سیاسی تندوتیزی که کیومرس پوراحمد با نام مستعار حمید حامد در لندن چاپ کرده بود اون همچنین از فشارهای حکومت به پوراحمد گفته بود که به دلیل مخالفت علنیش با حضور در جشنواره فجر حکومتی و حمایتش از معترضان اعتراضات سراسری اخیر چندین بار به اداره اطلاعات سپاه احضار شده بود و ممنوع خروجیش هم همچنان ادامه داشت پوراحمد که خودش با وقایع انقلاب همراهی کرده بود در اون کتاب با سراحت تمام ابراز پشیمونی کرده بود و به مبارزه با جمهوری اسلامی تاکید میکرد و تمامی سرکوبها ها و وقایع عجیب این 45 سال رو نقل کرده بود یاور شخصیت اصلی داستان که استعاره ای از خود کیومرس پوراحمد احمد به عنوان یک روشنفکر هنرمند بود خطاب به خمینی گفته این مردک هر جای دنیا که بود حتما اون رو به دارالمجانین می بردن. یا اینکه جای دیگه ای گفته بود حالا بشینید و ببینید که این فرشته چه دیکتاتوری خونینی به راه میندازه یا در جایی گفته بود آبادی که ملا نداشته باشه آدمهاش آدمترن. و پورحمد کتابش رو با جمله‌ای در مورد جزام مهلکی که زیر پوست ایرانه تموم کرده. چند ماه بعد از اون هم مجموعه داستانی به نام جسد ما تکثیر می شود از پورحمد منتشر شده که یکی از داستانهای اون جز و اجایه به روزگاره. داستانی که کیومرس پورحمد پایان تلخ زندگیش رو حد زده. شخصیت اصلی اون داستان در حال رفتن به خونه دوستی در شمال یعنی همون خونه ای که پیکرش در اونجا پیدا شده و حتی نام صاحب خونه رو هم به سراحت ذکر کرده این شخصیت به دلیل مخالفت های علنیش با حکومت توسط ماموران امنیتی روبوده میشه و این داستان مملو از جزیات شکه کننده و حتی شکنجه و حلقاویز شدنه پگاه پوراحمد یکی از دختران پوراحمد در مراسم چهلوم کیومرس پوراحمد نوشت این انسان پرکار و پویا که هیچ لحظه ای از زندگیش رو به بیهودگی نگذروند و تا لحظات آخر عمرش فقط داشت کار میکرد و پر از ایده برای ساخت فیلم در آینده بود یک دفعه در طول دو سه ساعت چون همه تماسهاش با خانواده و همکاران و دوستانش از جمله خود من تا دو سه ساعت قبل از مرگش بود همه صحبتها و ویسهاش پر از خنده و شوخی و امید بود پر از تبادل ایده در مورد کارهای آینده و حتی قرارهای کاری بود. اون فقط میخواست چند روزی طبق معمول همیشه در خلوت خودش بمونه و بنویسه و کار کنه که ناگهان تصمیم میگیره با دستانی شکسته و زخمی و کبود خودش رو حلقاویز کنه. هرچند که پرونده اون هم خیلی عجولانه و با موافقت خانواده بسته شده و تا امروز هم همسرش حرفی از اینکه چرا نخواسته کیومرس پوراحمد احمد کالبوت شکافی بشه و حتی نخواسته پیکر حلقاویز شده اون را از نزدیک ببینه چیزی نگفته انتشار عکس دیدار و دستبوسی اون با شهبانو فرح پهلوی هم در پاریس سر و صدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخت اما خانوادهش همچنان سکوت کردند یک منتقد سینما که از دوستان نزدیک کیومرس پوراحمد هم بوده معتقد انتشار این عکس همزمان با اظهارات توران پوراحمد مبنی بر شکنجه شدن و قتل حکومتی برادرش نشان قطعی از خشم و تهدید حکومت و تصمیم فوری اونها برای حذف این کارگردان چون اون کاملا مخالف این حکومت بوده جمهوری اسلامی هرگز با کارگردان منتقدی که در همه مجالس و محافل به شکل علنی ضد اونها حرفهای تندی زده و رفته پاریس و دست دشمنشون رو بوسیده راه نمیاد همه ما شاهد آخرین مصاحبه مجید رضا رهنورد بودیم که دست چپش که تطوی نماد شیر و خورشید شاهنشاهی رو داشت چطور توسط ماموران اطلاعاتی حکومت شکسته شده یا به روایتی با اسید سوزونده شده بود دوستان و همکاران پوراحمد همینطور از حضور پررنگ مأموران اطلاعاتی و امنیتی در مراسم اون گفتند و اینکه اگر مرگ اون یک خودکشی خودخواسته و ساده بود چه نیازی به حضور اونها و اون جو وحشتناک امنیتی بود یکی از دوستانش هم که هشت ساعت قبل از مرگش با اون صحبت کرده بود گفته ویسی از کیومرس داره که در مورد آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی و مرگ خامنه ای گفت اون گفته حالا بعد از انقلاب محسا دیگه مطمئنه که این حکومت رفتنیه اون قتل کیومرس پوراحمد رو ادامه قتلهای زنجیری هنرمندان میدونه و همینطور مرگ مهرجویی و همسرش رو هم از همون دسته و بعد از کیومرس اعلام میکنه مرسی که تا این لحظه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم حتما بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.